سیمن سلام، من سلماز بغگیر هستم و این 91مین اپیزود پادکست لام تا کلامه. لام تا کلام یه گفتگوی خیلی دوستانه است، از قلب من به قلب شماها، و هدفش فقط و فقط کمک به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شماست. توی جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یک ناگفته هایی در گفتار، کلام، تعاملات رفتاری ما آدم ها هست که به هر دلیلی نادیدش رو میگیریم و اینا خیلی تاثیر بزرگی تو کیفیت زندگی ما آدم ها میذارن. همین شد که تصمیم گرفتم تو هر اپیزود این پادکست به یک کدوم از این ناگفتار یک کوچولو بیشتر بپردازم. تو اپیزود 91 میخوام راجع به آداب معاشرت و مهمونی باهاتون صحبت کنم. آماده این؟ بزنین که بریم. اول بهتون بگم که من قبلا راجع به این آداب چند تا اپیزود دیگه هم صحبت کردم. خیلی اون پایین هست، اینجوری اسکرول داون کنیم بریم پایین میبینیم، ولی امروز تصمیم گرفتم یه ذره بیشتر بهش بپردازم، برای اینکه توی معاشرت های خودم از روزی که مهاجرت کردم و تو معاشرت های اطرافیانم خیلی میبینم، به اضافه اینکه خیلی از کانت های من میان راجع به اتفاقی که براشون افتاده تعریف میکنن، چه برای کسایی که باهاشون معاشرت میکنن، چه در مورد معاشرت هایی که خودشون سعی میکنن با آدمای دیگه داشته باشن. میخوام از موقع باهاتون صحبت کنم که ما تصمیم میگیریم که مثلا یکی دعوتمون میکنه، میخوایم بریم مهمونی. نه، بذار یه ذره بریم عقب‌تر. وقتی که از ایران ویزا میگیریم میریم یه کشور دیگه مهمون، و یه جورایی اون تصوره از مهمون بودنمون مثلا تهران تا اصفهان، اصفهان تا شیرازه. چون خودمونم مثلا یه عالمه چانک آف مانی تیکت خریدیم، بالاخره 1000 خورده دلار، 2000 دلار گرفتیم، یه چند تام سوغاتی گذاشتیم تو چمدون بردیم، یه تصوری داریم که میشه بریم تو خونه طرف بیشتر از 3-4 روز بمونیم و هیچ کاری هم نکنیم. الان که دارم میگم ممکنه خیلی مشکل آفرین بشه برامون، ولی بذارید من بگم، شما هم بشینید فکر کنید، زیر این ویدیو هم بنویسید نظراتتون، برای من بنویس تو چی فکر میکنی. من کلاینت دارم که داره به من میگه ای داد بیداد، مثلا یک فامیل همسرم، فامیل خودم دارم میان، حتی درجه یک دوستای من، نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه دو هفته، چند ماه میخوام بمونن. بعد این چند ماه موندن خیلی چیزا رو باید درش لحاظ کرد، از اینی که خب من دارم میرم خونه این فامیلم بمونم، نه پولی برای هتل دارم میدم، نه پولی برای خورد و خواب دارم میدم، ولی اونجا دارم زندگی میکنم، میخورم، میخوابم، حموم میکنم، اونا به خاطر من مجبورن 1000 جا منو ببرن، خودشون که دیدن اون شهر رو دیگه، به خاطر من مجبورن منو 1000 جا ببرن. نه متوجهم که چقدر وقت آدما خارج از اونجا مهمه، و حتی اگه خونه دارم هست طرف تو خونه، اگه از در خونش نره بیرون هزینه ای نداره، نه پول بنزین داره، نه پول پارکینگ داره، هیچی نداره. اصلا اینا انقدر کانسپت های بیگانه ایه برای وقتایی که ما از ایران میریم بیرون که حد و حصر نداره. میدونم خیلی سخت دیدنش، ولی تصور کنین، میدونی میشه چجوری جبرانش کرد؟ من سلماز اگه میخوام سوار هواپیما شم برم اروپا یا کشوری خونه یکی از دوستام، یا مثلا برم امریکا، کانادا، یه جایی، اولین کاری که باید بکنم که ببینم آقا فقط هزینه کردن یه تیکت، 4 تا زعفرون، 5 تا پسته، چم صنایع دستی کمکی به صابخونه نخواهد کرد. صابخونه بدون پسته و زعفرون و صنایع دستی منم به زندگیش داشت ادامه میداد، right؟ ولی وقتی من میرم اونجا بعد یخچالشو بر من هی دائم پر کنه، تمام سیستم زندگیشو بریزه به هم، نمیدونم هر روز منو بذاره تو ماشین ببره این برانور به من راید بده، هر بار اون باک بنزینو پر میکنه بین 80 تا 150 دلار داره پر میکنه، و اگه من نبودم اینا رو نمیداد. من اگه قرار بود برم یه هتلی یا Airbnb، روزی چقدر هزینه من بود؟ چه دلیلی داره که من اون هزینه رو بریزم تو سر یکی دیگه و این همه دراز مدت بمونم؟ میدونم این مبحث میتونه برای خیلی از ماها که تو ایران زندگی کردیم یا حتی تو کشورهای دیگه زندگی کردیم داریم میریم مسافرت غریب باشه، ولی یک بار یه جا خودتون رو بذارین جای اون طرف، ببینین چقدر بردن و بار میشید به دوش اون آدم. یکی از آداب معاشرت دوستای من همینه. من دلم میخواد برم اون کشور همه جاشو ببینم، منو ببرن نایاگرا، ببرن این بر، ببرن اون بر، اون آدم اصلا اینقدر آمادگی داره، من چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ من میتونم هفته یه بار من هزینه یخچالشو پرداخت کنم، خریدای یخچالشو بکنم؟ من میتونم یه دفعه در میون بگم من باید پول بنزین تو بدم، نه که بیام بگم با این کشو بگیرا؟ راهاشو خودتون بلدین.
اینی که من چمدونمو پر کنم برم اونجا بعد دیگه بمونم الی ماشاءالله تا آخر 6 ماه ویزام، این خیلی بی‌انصافیه در حق صاحبخونه. و خیلی وقتا آدما خودشون هم دلشون نمیاد، یا حالا تو که این همه راه اومدی بمون، ولی در عذابن. پس یکی اون مطلبه. یه قسمت دیگه‌ش هم اون قسمتی که مثلا صاحبخونه میخواد معاشرت کنه، مثلا با من نمیتونه بره اون مهمونیه رو، ولی من اونقدر بهش فضا نمیدم که بگم ببین پاشید برید، من اشکال نداره، من میرم از خودم میچرخم، مثلا امشب من تنها میمونم، بچه‌ها تو بتونید من نگه دارم، مثلا شماها برید یا شما زن و شوهر برید، من میمونم خونه، اصلا خودتون اذیت نکنید. من یه جوری میرم اون وسط قرار میگیرم که اینا همه اتفاقات دور من بچرخونن و معذب باشم و نتونن نفس بکشن. من میخوام بهتون بگم وقتی که از خونه اونا میریم بیرون ببینین جاتون قراره چه جوری خالی بمونه. اینو بعد میگفتم. خیلی از کانت های من راجع به این ماجرا دردمندن، دردمند تو رو میمونن که اونم مشکل بزرگی که دارن و دردمند مجبور میشن از اینا پذیرایی کنن دراز مدت. اگر از ایران دارین مهاجرت میکنین و یه نفر به شما پیشنهاد میده بیه یه مدت بمون، یه مدت نهایتاً 4 روزه، یه جور برنامه‌ریزی کنین که بعد از 4 روز یه خونه Airbnb برای خودتون بگیرید. اگه از امروز که منم دارم از ایران چمدونم بستم که مهاجرت کنم، برای 6 ماه آیندم پول کافی ندارم که برم Airbnb بگیرم، پول هزینه غذامو بدم، بهتره که یه فکر دیگه بکنم یا مطمئن کنم که اون آدما آمادگیشو دارن که این هم مدت از من پذیرایی کنن. مدت اقامتتون رو با صابخونه چک کنین، مطمئن کنین که تورو نموندن، که 99% تورو موندن، شک نکنین. بعدش که خودتون خونه زندگیتون جور شد که بقیه بیان میبینین چه زجریه. حالا میخوام راجع به آداب معاشرت در خارج از ایران با شما صحبت کنم. اگه هر قسمتش به درد ایرانم میخوره که فبه المراد. من اینا چیزایی که اینجا دارم میبینم. اول وقتی به شما تایم میدن، شما رو دعوت میکنن، تایمی که بهتون میدن تایم اون کشوریه که دارید زندگی میکنین، نه جایی که ازش آمدیم. وقتی به من میگن ساعت 7 بیاین که 8 شام بدیم، 7 برید که 8 شام بدن. اگه واقعا نمیتونین بهشون بگین من نمیتونم این ساعت بیام. وقتی این کارو میکنیم به خصوص تو معاشرین غیر ایرانی، به طور کل اعتبارتون از دست میدین که دیر میرین. دیر رفتن نه کلاسه، نه توجه مثبتی میگیرید، مرکز توجه هم نمیشید. پس لطفاً جدی بگیرید، سر اون تایم برید. اگه مطمئن نیستیم که میتونیم اون مهمونی رو بریم، از اول بگیم، بگیم ببین من مثلا 50-50، منو جز اونا حساب نکن، یا به من اجازه بده تا فلان موقع بهت خبر بدم، نه که بگیم باشه میریم دقیقه 90 یه جای بهتر باشه یا هرچی کنسلش کنیم. این اصلا کار درستی نیست. اینه که بپرسیم که این مهمونی تیمش چیه، مثلا رسمیه غیر رسمیه، اینه که بدونیم چه درس کدی وجود داره، چه جوری لباس بپوشیم مناسب. کفش رو تو خونه شما در میاریم یا نه، کفش اضافه با خودمون بیاریم، دمپایه رو فرشی با خودمون بیاریم، تیپمون یه جوری باشه که برای خونه، برای محیط خونه صابخونه مناسب باشه. یه مطلبی هست که هم مال عروسیاس هم مال مهمونیا، بچه و مهمونی اضافه، یه آدمی اضافه تر از خودم من اجازه ندارم ببرم. دقیقه 90 هم اجازه ندارم زنگ بزنم یا مسیج بدم بذارمش تو امپاس. اون کار درست نیست. معاشرت پویا و مانایی نیست. من کانتا به من میگه من نمیدونم دیگه چرا من هیچ وقت اینا دعوت نکردن، از گروهشون انداختم بیرون، من خیلی ناراحتم. دیگه میکنی میبینیم چیکار کردی؟ آره عروسیشون بوده، دختر خاله‌م از ایران اومده، اونم برده. مثلا اینجا که عروسی‌ها اینجوریه، وقتی میخواین عروسی برین چک میکنین که اون محیطی که مثلا سالونی که گرفتن حدوداً مبلغ هر صندلی برای هر مهمون چقدره. مثلا اگه من میدونم مثلا بین 200 تا 300 دلاره، 200 تا 300 دلار روشم، یه مبلغ خودم دلم خواست کادو میدم، من هزینه خودم باید بدم، نه اینکه همینجوری برم یکی هم ببرم. به تعداد آدما صندلی میچینن دور اون میز گردا، یعنی یه نفرم شما نمیتونی اضافه داشته باشی اونجا، مگر نه با یه نفر از سر میز پاشه یکی بشینه. همه چیز حساب شده است. یه ذره با فرهنگ ما فرق میکنه نه؟ حالا میریم سراغ کادو. مثلا من دارم میرم خونه یه نفر، اولا که اگه دفعه اول دارم میرم، اگه درینک دارم میبرم، گل دارم میبرم، هر چی که دارم میبرم، اون که هیچی، اگه درینک خاصی میخوام بخورم، درینک خودم هم با خودم برمیدارم میبرم. اینو بگم اینجا خیلی میبینم، یه بشکه مثلا گنده، بطری گنده شراب که مثلا شراب به لو کوالیتی هم هست، با 16 دلار میشه خرید، من بگیرم دستم ببرم، بعد بگن که چی میخوری، شرابتو میخوری؟ نه ودکا داری، نمیدونم ویسکی داری. این خیلی کار چیپیه. اگه من ودکا و ویسکی میخوام، ودکا و ویسکی خودمو، حتی اگه یه شات همونو یه بطریشو میگیرم با خودم میبرم.
در مورد شراب و اینجور چیزا میخوام یه توصیه‌ای بهتون بکنم. خیلی وقتا دوست دارم من همون 16 دلار 15 دلار بدین برین تو قسمت وینتج یه شراب خوبه قدیمی توی سیل بگیرین، شرف داره تا یه گالون شراب در و داغون ببرین که هیچ وقت هیچ کس هم واز نمیکنه، خود تازه نیستی اونو بخوری چه اونو به بقیه. نه ببین، من متوجهم که ماها توی ایران به واسطه محدودیتایی که وجود داشته یه جوری نسبت به مشروبات الکلی یه حسی داریم که دیگه باید خودمون رو خفه کنیم، یعنی انقدر بخوریم که مست و پاتیر شیم. خب اینو ببرین بذارین گوشه. من بهتون بگم که یه چیزی که خیلی مهمه بدونین، همونجور که من این قهوه رو میخورم و ازش لذت میبرم، با هر سیپش حال میکنم، مشروبات الکلی هم همینن. همشون من الان نمیخوام راجع به آداب نوشیدن چقدر گیلاس شراب رو چقدر پر کنین و صحبت کنم، چون من اصلا هیچ تخصصی ندارم. هر چم یاد گرفتم رفتم فرانسه، یه دوست فرانسوی داشتم بهم یاد داده، دوستای ایتالیایی اینجا به من یه سری چیزا دادن، من یاد گرفتم. ولی میخوام بهتون یه چیزی بگم، اینی که انقدر بخوریم با درینکمون آب نخوریم، به بدنمون آسیب برسونیم، به خودمون احترام نذاریم، مست و پاتیل کنیم، مهمونی رو یه جوری جوش متشنج کنیم، چیز قشنگی نیست و جزء چیزایی که آداب معاشرت خوبی پشتش نیست. چقدر خوبه که اینو رعایت کنیم. راجع به غذام یه چیز بهت بگم، اگه من آلرژی خاصی دارم، اگه من چیز خاصی رو نمیتونم بخورم، همون موقع که دعوت میشم یا میتونم بیانش کنم، بگم آقا من به فلان چیز آلرژی دارم، مثلا من به گردو آلرژی دارم، من ویگنم یا من ویجیتریانم، هان، یا غذایی که خودم میخوام بخورم، اگه رژیم دارم یا مثلا امروز من رفتم تو رژیم کربوهیدرات، دیگه نرم اونجا بگم ایوا بدون برنجشو نداری، همه برنجت قاطیه، ایداد بیداد، اب نداره من سالاد میخورم. نه، اون چیزی که میخوام بخورم قشنگ بذارم توی یه دونه پرکس درست کنم با خودم ببرم. ما که نمیریم اونجا الزاما بخوریم و بنوشیم و همین، ما میریم معاشرت کنیم. پس بهترین کار اینه که اون صابخونه رو توی شرایط بدی قرار ندید. دقت کردی بعضیا میرن سر گنجشون نگاه میکنن ببینن چه کادویی گرفتن که هیچ‌وقت استفاده نکردن، اونو کادو پیچ میکنم میبرم میدم. عزیزم اگه اونو تو دوست نداشتی چه برین میبری؟ کادو هر چی میبرین مطمئن باشید گیفت رسیتش بهشه که بتونه اگه دوست نداشت بره عوض کنه. برای بچه ی آدم ها اگه کادو میبرین، لباس میبرین، اسباب بازی میبرین، 100% روش گیفت رسیت بذارید. برای اینکه اکثر مواقع آدما یا اونو مثلشو دارن یا ممکنه نشون میخواد رنگشو عوض کنن یا هرچی، باید این آپشن داشته باشن که برن عوضش کنن. دقیقا همون هستی که خودم میخوام دیگه، منم دلم میخواد که اگه یکی برای من چه میدونم این آورده، من همین رنگو داشتم، دلم میخواد بنفششو داشته باشم، خب ببرم مغازه بنفششو بگیرم. نه، همش همینه. من که نباید فکر کنم آ من زرنگم، یه چیزی که تای گنجم مونده میبرم میدم، ولی کادو خوبا رو میگیرم، اون معاشرت مانا و پویایی نمیشه. خیلی وقتا ممکنه که من مثلا یه گروه دعوت کردم، چند نفرم با هم قاطیشون میکنم، مثلا میگم شما هم بیاین. دو تا آداب داره، یک، من به تویی که تو رو دارم دعوت میکنم توی یه گروه جدید میگم اینا همه آدمای جدیدن، اینا دوستای فلان و فلان هم. دوم به اونا میگم که من یه آدم یه ذره مقیدتر دارم، جلوی این مثلا فلان شوخی رو نمی کنی، فلان حرف رو نمی زنی، این مشکل خودمه، بعد اعلام کنم به عنوان صاحب خونه. از همه مهمتره، شماها که دارین با هم معاشرت میکنین، اومدین معاشرت کنین، نیومدین بدو بدو شماره بگیرید همه گروه رو بریزید به هم. اجازه بدید، فضا بدید که از طریق صابخونه با هم آشنا شید. زود همه معاشرت ها رو قاطی نکنیم، زیرابی نریم، سعی نکنیم که رفتیم اونجا با دوستای اونا دوستیم اونا رو ببریم توی کیپ دیگه. بابا دیگه بزرگ شدیم، این کارا مال تینیجراست، اینا همه آدابه. توی مهمونی میریم همش تو فکر این نباشیم آی اینستاگرام تو بده این بده. ریلکس کنین، به خصوص اگه دفعه اول دومتونه، اجازه بدید که ببینین اون چه حرفی برای گفتن داره، شما چه حرفی برای گفتن داره. بعد از یه مدت دفعه بعد خواستید اون آدم ها رو دعوت کنیم با صابخونه، از صابخونه بپرسید آیا تو کامفتبلی من کسی که تو خونه تو آشنا شدم دعوت بکنم؟ درسته که صابخونه سند معاشرت اون آدم ها به اسمش نیست، ولی یه چیزی رو یادتون باشه، ما اینجا رو نباید ببینیم تو معاشرت هامون. معاشرت ها میتونن مانا و طولانی باشن اگه ما آداب و رعایت کنیم، از مرزا از فنسا همجور توپ و توپ نپریم، با هم دوستتر باشیم، برای هم برای معاشرت های هم تو برای مرزگذاری ها احترام قائل باشیم. دوستای من، امیدوارم که این اپیزود برش تو، به خصوص تویی که میخوای مسافرت کنی، بری خارج از ایران مهاجرت کنی، یا
داری معاشرت میکنی خارج از ایران و هی میبینی که بعضی آدم ها باید یه جور برخوردهای عجیبی میکنن، مفید باشه. چون آداب معاشرت، آداب مهمونی رفتن چیزیه که ما باید یه خورده بیشتر روش کار کنیم. خلاصش اینه که خیلی دوستتون دارم، خدا رو شکر که هستید و سلامتید. لطفا اگه توی یوتیوب منو دارین میبینین الان و عضو چنل نیستید، 100% سابسکرایب کنین. اگر که خوشتون اومد از این مطالب لایک کنید و برای من زیر این ویدیو بنویسید که آقا جان من تجربه شما با اینجور مهمونی های این بساطا چیه؟ تو چه وضعیتی داری؟ تو کجاها آسیب دیدی؟ تو کجاها یه سری چیزها رو به بهای بزرگی یاد گرفتی؟ تو کجاها همه اینا رو میدونستی و هیچ وقت هم هیچ کنم از این کارا از تو به صورت اشتباه بر نیومده؟ مواظب خودتون باشید تا روز روزگار دیگر، دلتون شاد و تنتون سلامت. و اما یه خبر خوب، دوره هفت سنگ بنای رابطه مؤثر منتشر شد. این دوره به درد شمایی میخوره که بعد از مهاجرتت توی روابط دچار چالش شدی، با هویت خودت، با تعریف دوباره هویت خودت مشکل پیدا کردی، برای پیدا کردن ارزش‌های اصلیت نیاز به کمک داری، برای تعریف دوباره روابطت با پارتنرت، همسرت، بچه‌هات، خانواده‌ات و همکارا و دوست آشنات دچار چالش. پیدا کردن رابطه های جدید یا دوباره تعریف کردن رابطه های دوستی قبلی برات سخته. این دوره خیلی به درد شما میخوره اگر گیر کردین توی یه سری روابطی که از یه طرف دارین کنترل میشید یا کنترل کننده هستین و یه طرف میخواین درین و مسئولیت نپذیرید یا از دست اون کسی که مسئولیت نمیپذیره شاکی هستین. این دوره به درد شما میخوره اگه بعد از مهاجرتتون تو ارتباطاتتون با آدمایی که وارد حریم های شما میشن یا میخوان به حریماتون تجاوز کنن دچار مشکل هستید. یکی از قسمت‌های فوق‌العاده جذاب این دوره PDFیه که براتون آماده کردیم. تو این PDF خلاصه دوره رو میتونین پیدا بکنین. جمله‌هایی هست که میتونین خودتون کامل کنین. سوالایی هست که باید جواب بدید. نمودارهایی هست که باید به خودتون امتیاز بدید و از همه بهتر کلی جا هست که میتونین ریفلکشن و نوتای خودتون رو توش بنویسید و برای همیشه داشته باشید. این دوره رو من با جون و دل و عشق فراوون طراحی کردم و معتقدم یکی از بهترین ابزاراییه که برای شما به عنوان ایرانیان مهاجر که خارج از ایران زندگی میکنین میتونه بسیار بسیار کمک احوال باشه. شما با خرید این دوره آموزشی صوتی از پیش ضبط شده نه تنها به بیشتر از 220 دقیقه یعنی بیشتر از 3 ساعت و نیم فایل صوتی دسترسی دارید، نه تنها به یه PDF کامل دسترسی دارید که تمام اطلاعات مربوط به کورس به صورت خلاصه توش هست، بلکه به یه کامیونیتی یا اجتماعی از آدمایی مثل خودتون که این دوره رو خریداری کردن دسترسی خواهید داشت که میتونید سوالاتتون رو بپرسید و در کنارش به جلسات پرسش و پاسخ رایگان من هم دسترسی خواهید داشت که هر چند وقت بار میتونیم بیاین تو اون جلسات و سوالاتتون رو بپرسید و اشکالاتتون رو رفع بکنید. بی صبرانه منتظر دیدن همتون هستم. در صورتی که خریدتون رو تا قبل از پایان 16 جولای انجام بدین، میتونیم با کد تخفیف earlybirds30 به 30% تخفیف early bird هم دسترسی داشته باشین. لینک خرید و کد تخفیف رو گذاشتیم تو دیسکریپشن. بزنید که بریم.